گونه هایی از نرم افزارهایی است که امروزه ما با آنها سر و کار داریم. گام اول برای تولید یک نرم افزار تلفن همراه داشتن یک زیرساخت است. بستری که با عنوان SDK در جهان شناخته می شود. کلن تو دنیا 2000 تا SDK وجود داره که خب یه تعداد محدودیش برای تولید نرم افزارهای موبایل داره استفاده میشه. زعفران عنوان اولین SDK ایرانی است که توسط متخصصان یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شده است. فارسی رو بتونن ساپورت بکنن و تقویم شمسی اینا رو پوشش بده. همینطور به هر حال ما با این SDK میتونیم چندین خروجی مختلف رو به صورت مولتی پلتفرم به ارائه بدیم. در منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بازار نرم افزارهای تلفن همراه ارزشی 160 میلیارد دلاری دارد که حالا با تولید این محصول کسب سهم از این بازار میسر شده است. اون حجمی از بازار رو که در واقع اقتصاد مبتنی بر اپلیکیشن های موبایل توی این منطقه دارن میتونه باعث ایجاد 1 میلیون شغل مستقیم و 5 میلیون شغل غیر مستقیم بشه. نرم افزارهایی که با زیرساخت های وارداتی تولید میشود در حقیقت اطلاعات کاربران را در سرورهای خارجی ذخیره میکنند. موزلی که زعفران آن را مرتفع کرده است. هم حراست میکنه از اطلاعات داخلی، هم این که اجازه نمیده که کدی که کشور بیگانه روی گوشی مخاطبهای ایرانی قرار بگیره. این زیرساخت با 1/10 قیمت نمونه های خارجی تولید شده است. قیمتی که برای این پلتفرم ها در نظر گرفته میشه در دنیا اعداد و رقمی بین 5000 تا چند میلیون دلار هستش که با توجه به خدمات، امکانات و محدودیت هایی که برای کاربران ایجاد میشه این عدد حالا تغییرات داره توش که ما این عدد و رقم رو میتونیم با 1/10 قیمت به بازار عرضه کنیم. بر اساس آمار حداقل 390 میلیون کاربر قابلیت استفاده از این زیرساخت ایرانی را در جهان دارا هستند. تا به حال با استفاده از این SDK نزدیک به 1000 نرم افزار تولید شده که بیش از 1 میلیون بار توسط کاربران دانلود شده که خود نشان از ارزش بالای این زیرساخت داره. حرکتی که در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط محققان ایرانی صورت گرفته.